طعمه با پای خودش داره میاد تو دام. میخوام خوب حواستون رو جمع کنین. تا من نگفتم به هیچ وجه وارد عمل نشین. بله قربان. یادتون باشه علی‌رغم این که ما همه چیز راجع به اون میدونیم، ولی متاسفانه هیچ مدرک به درد بخوری نداریم. متوجه هستین که؟ بله قربان. بسیار خوب، میتونیم بریم. ضمناً آقای سروان، یه چیزی رو هم فراموش نکنید. کوچکترین اشتباه شما خسارت جبران ناپذیری به بار میاره. به ما اطمینان داشته باشید جناب سرهنگ. موفق باشید. بهتره اینو با خودتون داشته باشین آقا. احتیاجی بهش ندارم. شاید کلکی تو کارشون باشی. نگران نباش، من آدمی نیستم که بیگدار با آب بزنم. ریش سرهنگ پیش من گیره، خودش بهتر میدونه که اگه بلایی سرم بیاد 1,000,000 تومنش دود میشه میره هوا. بفرمایین، چرا ایستادین؟ راحت باشین، خواهش میکنم. من در خدمت شما هستم. بفرمایید. متشکرم سرهنگ. راستش نمیدونم از کجا باید شروع کنم. شما که از ماجرا اطلاع دارین. بله کاملا، شما ریسک بزرگی کردین. بله ریسک بزرگی کردم، اما شما باید کمکم کنین. از دست من چه کاری ساخته است؟ شما دست به کاری زدین که من قبلا به شما هشدار داده بودم، درسته؟ بله درسته، من اعتراف میکنم که اشتباه بزرگی کردم. اعتراف کافی نیست، بعضی از اشتباهات در زندگی قابل جبران نیستند. من تنها امیدم به شماست جناب سرهنگ. گفتم که کاری از دست من بر نمیاد. خواهش میکنم سرهنگ، من قول میدم که این لطف شما رو جبران. چجوری؟ شما الان آه در بساط ندارین. 1,000,000 به من بده کارینی، 1,000,000 تومن غیر از بهرش. راستی 1,000,000 تومن رو چطوری میخواییم پرداخت بکنین؟ خب باید به من فرصت بده. فرصت؟ مثل که عوض خودت خبر نداری ها؟ یا
یا فراموش کردی که یک تن هروئین ازت گرفتن؟ به خاطر حرص و ولای شما سه نفرم جون خودشونو از دست دادن. سه نفر؟ بله، سه نفر. راننده شما و دو نفر از درجه دارهای ما هنگام انتقال محموله به مرکز. اگه بالای دار نری حبس ابد رو شاخته. شما نمیذارین جناب سرهنگ. گفتم که از من کاری بر نمیاد. شما به من مدیونین، اونام همینطور. نکنه حوادث 28 مرداد یادتون رفته؟ چی بود با شبون بیمخ بر علیه دکتر مصدق تظاهرات به پا میکرد؟ چی بود چماقدار بسیج میکرد تا تظاهرات مردم بر علیه شاه رو درهم بشکنه؟ چی بود که... به همین زودی فراموش کردین سرهنگ؟ نه جناب، عباس جارچیزاده معروف به عباس کارتی. نه، ما هرگز فراموش نمی کنیم. ما خدمات شما رو در جریان کودتای مرداد سال 32 هرگز فراموش نکردیم. دلیلش هم وضع الان شماست. شما فراموش کردید که در گذشته چی بودید و الان چی هستید. من مرهون تلاش و زحمات و خدمات شبانه روزی خودم هستم. جوک نگید، خواهش میکنم. شما مثل کبک هستین که سرتون رو کردین زیر برف و از دنیای اطراف خودتون بیخبرین. ما به خوبی میدونستیم که کار شرکت و کارخانه مواد غذایی احتشام فقط یک نامه. کار اصلی شرکت وارد کردن مشروبات الکلی، توزیع حشیش، تریاک و انواع و اقسام مواد مخدره. به خاطر همون خدماتی که شما ازش اسم بردین ترجیح دادیم که چشمامون رو ببندیم. یعنی در واقع از همون خواستن. خواستن، خواستن. دست رو سر. بهتون گفتم کلکی تو کارشونه. دست رو سر. دست از با خطا کنی مغزتو داغون میکنم. آقا دیدین گفتم تمام برنامه زیر سر خودشونه. اون شب که تو هتل با اون خارجی قرار ملاقات داشتین این آقا هم اونجا بودن. پس همه اینا زیر سر شماست. زیر سر من نبوده، از من خواستن. دیگه چی ازت خواستن؟ تو دیگه به آخر خط رسیدی. بهترینه که حرف من رو گوش کنی و تسلیم بشید. به حرفاش گوش نده آقا. اونا حکم قتل هر دومون رو امضا کردن. بر فرض که اینطور باشه، چه کاری از دستتون ساخته است ها؟ هر جا که برین ظرف 24 ساعت پیداتون میکنن. حداقل 24 ساعت دیگه زنده ایم. برو برین. تکون بخوری مغزتو میریزم رو زمین.
بلند شو آقا. آقا بلند شو. شب تو هم بخیر پسر جون. تورج، 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 تورج بلند شو. با تو هم بلند شو. بذار بخوابم مادر. پاشو دیگه لنگ زوره. دست از سرم برده بذار بخوابم دیگه. چقدر میخوابی؟ خب چیکار کنم؟ من فقط روزا خوابم میبره. تو تنها نیستی. همه کسایی که کارشون ولگردی همینطورن. ولگردی چیه؟ ما هرچی چی نمیگیم هرچی دلت میخواد بارمون میکنی یا؟ بس دیگه جون به جونت کنن اینه باباتی. هرچی میکشم از دست بیبند و باریای اونه. راستی بابا زنی نزه؟ یه هفته است که رفته. انگار نه انگار که ما هم اینجا آدمیم. این لباسا کثیفه؟ نه زیاد. کسافت داره ازش میباره. ما اینقدر سخت نگی. راستی چند روز ایرج رو ندیدم، کجاست؟ اون طفلکم در به در شد. دانشگاهشو بلدی؟
آره. لباساتو بپوش. برو بهش بگو مامان میگه چرا یه سر نمیایی خونه؟ هرچی هم بهش زنگ میزنم که کسی گوشی رو بر نمیداره. من چه جوری پیداش کنم؟ پیدا کردنش کاری نداره. یه خورده همت میخواد. همین. اون بالاخره میاد. اینقدر سخت نگی مادر. 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 اینجایی؟ چرا جواب نمیدی؟ مادر میگم چیزه یه 560 تومن به من قرض میدی؟ برای چی میخوای؟ لازم دارم دیگه. دیروز بهت 100 تومن دادم، تو این همه پول چجوری خرج میکنی؟ نمیخوای بدی بگو نمیدم دیگه. باز خواست میکنی؟ این چیه؟ شما با اجازه کی دست کرده جیبم؟ بدش من؟ پرسیدم این زهر ماری تو جیب تو چی کار میکنه؟ گفتم بدش من، مال کسیه؟ تو داری معتاد میشی، اگه بابات بفهمه تیکه تیکت میکنه. مهم نیست، بدش من، بدش من. خجالت بکش. بابات برگرده تکلیفتو روشن میکنم. قهوه خونه هم جای بدی نیست، یه محل مردمیه. اشکالش اینه که اینجور جاها جوانا کمتر رفت آمد میکنن. به نظر تو اگه یه جا عمومی تر باشه بهتر نیست؟ پارک هم جای بدی نیستن. اما میگم بهترینش همین دانشگاه خودمونه، چون اغلب دانشجوها نمیدونن تو مملکتشون چه خبره. حتما رضاست. بیا تو. سلام رضا. سلام. خوبی؟ ببخشید دیر شد. مهم نیست، فعلا بگیر این چایی رو بخور، حالت جا بیاد. خیلی ممنون. بیا این روزنامه رو بگی بخون، تو اخبارش ببین چی نوشته. کشف یک محموله چه؟ مأمورین مبارزه با مواد مخدر در یک اقدام جسورانه موفق شدند یک تن هروئین را در یک رویارویی خونین از چنگ قاچاقچیان مسلح بیرون آورده و همه آنها را قلع و قمع نمایند. این خبر موثقه؟ آره، خودم تاییدش کردم، ولی جالب اینجاست که اجازه ندادن چاپ بشه. اما این که الان چاپ شده؟ بله، چاپ شده، ولی نذاشتن توضیح بشه. حقیقتشو بخواین من اینو یواشکی کش رفتم. روزنامه امروز که بیاد بیرون چیز دیگه ای چاپ شده. هدفشون از این کار چی بوده؟ واضح، حتما پای یکی از خودشون تو کاره، یا اینکه نمیخوان تعبیر مقامات بدن. درسته، اینطور که من شنیدم یه باند بدشانس از همه جا بیخبر میخواسته مقدار زیادی هروئین وارد کنه، اما غافل از اینکه واردات هروئین دست خود درباره. به همین خاطرم ریختن همشونو قلق و غم کردن که مواد خودشون یه جوری بالا بکشن. بله، میشه روی همین موضوع هم کار کرد. این باشه برای بعد، فعلا بریم سر بحث خودمون بهتره. قبل از اینکه تو بیای ما داشتیم راجع به این بحث میکردیم که بهترین مکان برای افتتاح نمایشگاه کجای شهر باشه. به این نتیجه رسیدیم که در مقطع فعلی محوطه دانشگاه مناسبترین جاست برای این کار، چون که جوانهای خوبی داره، یعنی راحت تحت تأثیر این شرایط قرار میگیرن. خب رضا، نظرت چیه؟ عالیه. کی باید دست بکاشی؟ همین امشب، ولی باید مواظب باشیم که کسی لومون نده. فردا چی؟ نباید پیش عکس یکی بمونه؟ این کار خطرناکه، دو نفرمون بهتر از دور مواظب باشیم. من حاضرم.
منم حاضرم چون فردا کلاس ندارم. بس به امید موفقیت. موفقیت. داده اشتا سیخ دیگه واسه ما بزن. چه دست درد کن. خب بالاخره نگفتیم شب چطور؟ هیچی داری نیم ترا هست. اینقدر پیده نکن، اصلا حالا حسنی ندارم. برو نه نکنه دست ما دل خوری ها. برخی پس چی شده؟ لاپ مطلبه بگو لاغل ما هم شیرفهم بشیم دیگه. چی بگم کنی؟ امرو مفت و مجانی آبروم رفت. آبروت رفت؟ واسه چی؟ مادرم قضیه رو فهمید. چی میگی پسر؟ به همین راحتی؟ آره به همین راحتی. یه خود مواد تو جیب شلوارم بود پیدا کرد. موندم دیگه چجوری تو روش نگاه کنم. ای داده ای داد. آقا بفرمایید جوابتون آماده است. بایمون دستت. چرا حواست جمع نمی کنی پسر؟ چجوری حواسم جمع کنم؟ رفاقت با تو واسه آدم حواس میذاره؟ نفهمیدم. دیواری کوتاه‌تر از من گیر نیوردی؟ ما میخواستیم تو عالم رفاقت میری خونه خماری نکشی. بد کاری کردی؟ چه بدبختی داری ما؟ بشکن این دست. حالا دیگه کاری بوده گذاشته رفته. موندن تو این وضعیت چیکار کنه؟ بخیر رفیق. این که دیگه ماتم گرفتن نداره. تو هم همون کاری رو بکن که چند سال پیش من میکردم. میدونی تو جان منم یه روز اینه بود تو بودم. همه این کارام پشت پرده بود. تا اینکه یه روز همه چی برملا شد و مادرم فهمید. دیگه روم نمیشد تو صورتش نگاه کنم. به همین خاطر ناچار شدم یه مدتی قید خونه رو بزنم و از پیشش برم تا شاید آبا از آسیاب بیفته. همینطور هم شد. یه چند وقتی آویزون این رفیق و اون رفیق بودم. هر شب یه جا میخوابیدم تا اینکه بالاخره مادرم مجبور شد یکی بفرسته دنبالم که برگردم خونه. برگشتم خونه. از اون روز به بعد هر کاری میکردم مادرم هیچی به هم نمیدون. فقط میرفت یه گوشه میشست و از غصه کارای من گریه میکرد. من خیلی دلم واسش میسوخت ولی خب دست خودم نبود. چون مجبور بودم با این متاعی که تمام وجودم رو گرفته بسوزم و بسازم. آره توتو جان حالا اگه حقیقت چه بخوای من تو مثل همین. و اگه تو هم خیلی با مادرت رو در وسی داری میتونی همون کاری رو بکنی که من کردم. چی بگم من که جایی رو ندارم. اگه دوست داشته باشی میتونی یه مدتی مهمون داشکامیت باشی و اگرم خونه ما رو نمیپسندی تو این شهر بی در و پیکر هتل هیلتونی هتل شرایتونی بالاخره یه همچی جایی گیر میاد که توش بخوابی. الان حق و برانصاف جون تو جونت کنن آدم بشونه سی بشه. باشو باشو بریم دیر وقت. امر شماست هرچی که شما بگی. میگم کامی امشب من پولم رو نیست تو حساب کن. معنی نداره توتو جان. همیشه تو حساب میکنی. بذار یه بارم ما ناپریزی کنی. خب چقدر شد امو جان؟ خب اینی نده داده دست شما درد نکنه. 28 تومن. 28 تومن؟ تخفیف بده مشتری بشین. گفتم که قابلی نداره. بیا دست شما درد نکنه. بارون دستید. یا علی سلامت. خامی میگم بیرو در وسی بگو مزاحم که نیستن.
این حرفا چیه توتو جان؟ قدمت سر چشم. خونه ما یک کل به خراب است و بس. آقا با اجازتون بریم که امشب میخوام روشنت کنم. جالبه. فکر میکردم اینجوری از نمایشگاه استقبال بشه. منم همینطور. تعجبم از اینه که چطور تا حالا اقدامی نکردم. خب معلومه. ممکنه هنوز به گوششون نرسیده باشه. وگرنه محاله بذارن اینجوری از وضع اسفبار معتادین انتقاد بشه. درسته؟ درسته. نخیر قربان، شبونه این کارو کردن. بله بله، همینطوره که جناب عالی میفرمایین. من خبر نداشتم. همین چند لحظه پیش به من اطلاع دادن. بله درست میفرمایین. اینا به خیال خودشون یه نمایشگاه را انداختن. فعلا خیر. ولی شاید بشه یه سرنخی پیدا کرد. اطاعت میشه قربان. مطمئن باشید که بنده تمام سعیمو میکنم. اشکالی نداره. هر طوری که میل شماست. پس بنده تا اومدن مامورین شما منتظر میمونم. چشم. چشم، اطاعت میشه. موفق باشین. لطفا علی زیاد. ایرج، سر و کلشون پیدا شد. خودشونم. بهتر از اینجا بریم. بریم. بله. بفرمایین. منزل احتشام. بله درسته. امرتونو بفرمایین. ببخشید خانم، ممکنه همسرشون صحبت کنه؟ خودم هستم. فرمایشی داشتین؟ بله خانم، لطف کنید تشریف بیارید. پزشکی قانونی. پزشکی قانونی؟ بله خانم، همین امروز تشریف بیارید بهتر. برای چی؟ در مورد شوهرتون. خدا حافظ. طوری شده؟ الو؟ الو؟ خدایا
سلام. سلام، چطوری؟ ایرج تلفن باز کرده. با من؟ آره. کی بود؟ نمیدونم، داشتم میامدم نگهبانه بهم گفت. باشه برو. کی میکنه باشه؟ الو؟ الو، بفرمایی. ایرج؟ بله مادر، خودمم. خودتو برسون خونه مادر. چی شده مادر؟ از پزشکی قانونی زنگ زد. فکر میکنم برای بابات اتفاقی افتاده باشه. مادر؟ مادر، تو رو خدا به اعصاب خودت مسلط باش. من الان خودمو میرسونم خونه، باشه؟ زود بیا مادر. دوستش میگفتم مرتب اونو میبینن. با یکی از رفیقاش به اسم کامی زندگی میکنه. اما خونهشون رو میدونستن کجاست. خب مادر، میخواستی سفارش کنی هر وقت تو رجو دیدن بهش بگن یه سری به این خونه بزنه. به همشون گفتم مادر، خیالتون راحت باشه. امروز سالتون چطوره؟ خوبم مادر. او راستی مادر، یه نامه آوردن گذاشتن اونجا، ببین چیه. از طرف دادگاه است. همون چیزی که ازش میترسیدیم الاخره اتفاق افتاد. چی شده مادر؟ حکم توقیف و تخلیه خونه بابت سفتاهی بابا. پدری که من دیدم تا ما رو به روز سیاه نشونه توی گورم روحش آروم نمیگیره. مادر درست نیست پشت سر خدا بیامرز اینطور حرف بزنی. خوب یا بد دیگه اون بین ما نیست. حضرت میخوام مادر، منظور بدی نداشتم. ایرج فرد صبح اگه کلاس نداشتی ما هم دیگه میریم یه خونه کوچیک پیدا کنیم. برای که اجاره کنیم؟ نه بخریم، من یه مقدار پسنداز دارم. اومدش پسر، روشن کن بریم. توتو جان تومه خوبیه. اگه بسیانسی بیاریم چی؟ هیچ اتفاقی نمیافته بابا، نترس. دندر چاخو عجب گیری افتادیم تا بدبختمون نکنی دست بردار. اگه میترسی بیا پایین خودم برونم. بیشیم ببینم بابا. زود باش دیگه، زود باش تا مرغ از قفس نپریده. پس زود باش. بولم نکن. برو مطل نکن. Get out of here!
خواهشت اومد تو جان. همچی کیفو زدم که آب از آب تکو نخورد. خب بفرما ما هم بوق بودیم دیگه. خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. من میدونم آخر رفاقت با تو به کجا میکشه. حالا وقت این حرفا نیست تو جان. بذار ببینیم اول این تو چیزی هست که نه. همچی بفهمی نفهمی سنگینه. باید پر از مایه تیله باشه. این که به درد ما نمیخوره. اینم که هیچی. تورش دکوبازی یاری خیلی بالا بود. اینا چیه؟ پس مایه تیلش کو؟ دی همش همین؟ یازده تومن بیشتر نیست؟ مرگ تو این دفعه باز آوردیم تو جان. بگیرش. چیکارش کنم؟ واسه نهار زهرمون بدک نیست. دو پشت چلو کباب میدن که بخوریم توتو جان. بگیرش. تمومه؟ آره بزن بریم. روز از نو روزی از نو. یه این سیگار بگیر. بده. بل کن دیگه. زنی اینه بلیت بخت آزماییه. شانسیه. خیلی وقتا میبازی، بعضی وقتا میبازی. من دیگه نیستم. به همین زودی جا زدی ترسو. یه گیر بیافتیم چی؟ با چی گیر بیافتیم؟ تو موتور سواری رو دست نداری پسر؟ تکاف کنی؟ کی میتونه به گردمون برسه ها؟ انقدر هندونه زیر بغل ما نذار. کافیه یکی ما رو لو بده. اون وقت چی؟ کلامون پس مرکز. ببین. به جای این حرفا فکر یکی دو ساعت دیگه باش که خماری میاد سراغ ما. خب؟ واسه رفع خماری پول میخوایم دیگه. مگه غیر اینه؟ نکنه میخواد از دیوار مردم بالا بری. نه بابا. همه کیف زنیش هم از سرمون زیاده. حالا ناره بزن تو رگ رایشی. قدرت نکنم این پسر آخر شکاری دستمون میده. نیست با ما بگی نونت نبود، آبت نبود. با این پسر پریدنه چی بود؟ این خوشگی شانس. چی شد؟ همه چی رو به راز. استارت بزن رایشی. ببین. من دلم شور میزنه. بیا و از خیر این یکی بگذاریم. اینقدر دلت شور نزنه توتو جان. خودم هوا تو دارم. مگه من میزنم آب تو دلت تکون بخوره. زود بش سوارشو بری. زود بش دیگه. به چما چنگمون در میره ها.